بنده 8 زندان ایوین که مدتی بند زندانیان سیاسی بود، یک ساختمان 4 طبقه است. این ساختمان نزدیک بند 7 زندان ایوین، آموزشگاه قدیم و بندهای 240 و 241 قرار گرفته است. این بند که فیزیک ساختمان آن متشکل از اتاقهای کوچک با سقف‌های کوتاه و تهویه نامناسب می باشد، به هیچ عنوان پاسخگوی تعداد زیاد زندانیان نیست و از حداقل استانداردهای لازم برای یک بند عمومی و یک زندان برخوردار نمی باشد. بندهش دارای 4 سالن 7، 8، 9 و 10 است. هر سالن دارای 11 اتاق و یک حسینی کوچک است. اندازه اتاقها تقریباً 3 در 4 می باشد که 15 زندانی در آنجا می دهند. در این ساختمان دو فروشگاه در داخل طبقات است. افسر نگهبانی زیر 8 در طبقه همکف می باشد. یک هواخوری 20 در 70 متر و یک سالن ورزشی سرپوشیده داره. یک آرایشگاه و یک حسینی مرکزی بزرگتر داره که حدوداً 10 در 10 می باشد و در طبقه اول واقع شده است. بند 8 ایوین در قیام 1401. از روز 21 مهر زندانیان سیاسی بند 8 به دلیل جابجایی ناگهانی تعدادی از زندانیان، قفل کردن درها و تحرکات گارد در هواخوری تجمع کرده و شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر خامنه ای سر دادند. این حرکت روز جمعه 22 مهر نیز ادامه پیدا کرد و برخی زندانیان دیگر نیز به صفوف آنها پیوسته و شعارها در بندهای اطراف نیز شنیده می شود. روز 23 مهر اعتراض و شورش در همبستگی با قیام مردم ایران از بند 7 زندان اوین آغاز شد و بعد به بند زنان و بند 8 که تلاش کرده بودند به یاری زندانیان بند 7 بشتابند گسترش پیدا کرد. آنان شعار مرگ بر خامنه‌ای دادند که در برابر آن با گارد ضد شورش روبرو شدند. گارد در داخل زندان درب بندها را بست و اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به سوی زندانیان نمود. زندانیان که در حال خفه شدن بودند برای نجات خود اقدام به روشن کردن آتش در داخل بند نمودند که آتش بعداً به کارگاه خیاطی سرایت نمود. شماری از زندانیان به حیاط و هواخوری راه پیدا کرده و با روشن کردن آتش سعی نمودند تا مردم را از جنایتی که در زندان در حال وقوع بود مطلع سازند. گارد زندان با وحشیگری تمام زندانیانی را که حال آنان بر اثر شلیک اشک‌آور رو به وخامت نهاده بود به هواخوری منتقل کرده و آنان را به شدت شکنجه کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند و به سوی آنان که مقاومت میکردند شلیک نمودند. ضرب و شتم زندانیانی که دست و پای آنان بسته شده بود تا بامداد روز بعد ادامه یافت، طوری که صدای فریاد زندانیان مظلوم و مظلوم شده در خیابان‌های اطراف زندان شنیده می‌شد. زندانیان مظلوم و مجروح شده بدون هیچ گونه رسیدگی و درمان به داخل بندها منتقل و به حال خود رها شدند. ده‌ها تن از زندانیان از بندهای 7 و 8 به زندان گوهردشت منتقل گردیدند.